پاسپورت من توی ترکیه منو گرفتن. و این کارو کی کرده؟ قوه قضاییه یا نکرده؟ کی کرده؟ خاله من کرده؟ یا اگر کس دیگه کرده، قوه قضاییه قدرت نداشته بگی آقا برای چی با این جوون این کارو کردین؟ این جوون اومده به ما حال داده تو انتخابات قبلی؟ یعنی انقدر بی‌معرفتن، یعنی یه آدم به این بی‌معرفتی باید بیاد بشه رئیس جمهور ما؟ و حالا بقیه شونم که آوردن لولوهای دیگه، که اون یکی آوردن باز همون داستان همیشگی، همیشه یکی میارن بالا میگن آی این خیابونا رو مردون زنونه میکنه، آی این نمیدونم فلان میکنه، که شما برید به اون یکی رای بدید. الان باز دوباره توی این کاندیداشون قیافه ها رو ببینی، اولا چرک، همه داره زنا از صورتشون میریزه، اینا رو آوردن بالا، رئیسی اونجوری معصوم وایساده اونجا که همه بگن آقا این اینا کیریان، بیان به رئیسی رای بدید. یه احمدی نژاد که مثلا یه ذره این وسط داشت، این چند وقته دیگه داشت خواه مالی مردم کرد، تعیین صلاحیتش نکردن. عرضم حضورت یه هر کس که عرضم حضورتون احتمال داشت رای بیاره، تعیین صلاحیتش نکردن، چهار تا کیری رو آوردن که ما از ترس اون چهار تا کیری بیاییم میگیم آخه رئیسی رو رای بدیم. ببینید چی میگم؟ منتها این کار رو دارن هر سال میکنن با مردم ایران، با ما، با خود من دارن هر سال این کار رو میکنن. خیلی هم سر همین قضیه گول میخورن ها، که بین بد و بدتر برن لاغل بدر رو انتخاب کنن. آره دیگه گول میخورن هر سری سر این گول. آقا آیدین توی افم و ناصر آزاد اونور توی یه دونه رومن برید بیارینشون تو روم خودمون. نظرم راجع به انتخاب داشت، من هیچ وقت تو زندگیم نرفتم رای بدم. و نظرت اینه که اینا کیر کردن ما رو، درسته؟ 100%. اصلا دیدی چقدر سری ناصر دیروز من اومدم سیاستی توی تلگرام هم نوشتم که آقا من با رئیسی هم، سری 5 دقیقه نشد بی بی سی و منو تو گذاشتن، 5 دقیقه نشد. آره دیگه کلن رئیسی اون تایمی که شما رفتی بالاخره اومد از سمت شما بخواد رأی بگیره یا چیز، خیلی شما براش رأی جمع کردی واسه آقای رئیسی. خب این سری هم گفتش که بذار من بالاخره تا شمیر یه بار دیگه، ولی خب به قول خود اون تایم خیلی از طرفدارای امیرخان مثلا توی اخبارایی که همینطوری که همین اخبارا هم وصل به جمهوری اسلامی هستن کلن، چه بی بی سی چه من و تو، حالا هممون میدونیم اینو، که همشون در نهایت وصل جمهوری اسلامی هستن، میگفتن که طرفداران امیرتتلو حالا سنشون پایین‌تره. الان همه اونا تازه به سن قانونی هم رسیدن و میتونن همه رأی بدن، و یعنی برش امیرتتلو، رسانه امیرتتلو چند برابر اون زمان قدرت داره، اینو همه میدونیم و محرز برامون. همه جا سلام داداش. سلام علی جان. سلام علی. عرض ادب فرات خوربرت برام، حاتف جان سلام، عمو ناصر، کوروش و بچه‌ها همه سلام. عرض ادب. خیلی مشکر داداش. علی جان نظر شما چیه داداش؟ داداش همون که گیر آوردن دیگه، دقیقاً همون که شما گفتی برادر. شما هم نظرت اینه که ما رو یعنی گیر آوردن، می‌خوان گیر کار اداری شده داداش دیگه، ما فقط الکی چیزیم دیگه، کنکل داداش. ببین در این که کار اداری شده و ما رو گیر کردن که هیچ شکی نیست. من با اون لحظه میشه بگی سلطان که چجوری میگه چجوری کرده گیر کردم آره، در این که گیر کردم آره هیچ شکی نیست، ولی من میخواستم بهتون ثابت کنم که این بی بی سی و من و تو هم گیر کردم آره. آقا این من و تو اینجا کلوب هاوس نیستید ما این بیرم بالا یکم کیلوشن کنیم؟ آره الان چرا هیچ کدوم این من رو یا نمیاد؟ هدیه رو میتونم بیارم؟ من سالومه رو میتونم آره بیار بالا سالومه رو ببینیم الان من چرا گفتم رای بی رای نمینویسن تو من و تو. واقعا زدم که بیاد الان به اینستاش هم مسیج میدم بگو بیاد ما یکم اینا کی کنیم، اینا انقدر ما کی نکنن. مطمئنن نمیان بالا داداش، مطمئنن نمیان بالا. نه احتمال داره سالومه بیاد. اگه واقعا زن حسابی باشه، واقعا طرف مردم باشه، الان باید بیاد بالا، درسته؟ نه آخه اینجا نیستش، باید بگم 2 ساعت پیش آنلاین بوده، الان بهش مسیج دادم بگو بیاد بالا داشت بهش مسیج اینا بگو یکم از ما یکم تعریف کنن دیگه، ما اینجا MMA میکنیم اینا، بلدن مردم رو کی کنن اونجا.
حاطف آقایی بهش بار آقا حاطف ها چی؟ آره آره هدیه من و تو رو یه هر کی هم من و تو بیار ببینم چرا الان نمیگن که ما گفتیم رأی بی رأی. من به سلام مرتش رو میگم اگه بیاد الان میاد. چرا ما یک کلمه تو چنل تلگراممون نوشیم اینا همه اومدن عرضم به حضورت گفتن ولی الان چرا نمیان بگن که این خبر امیر تتلو ما رو کیر کرده بود. امیر تتلو نظرش رأی بی رأیه و نظرش اینه که این آقای رئیسی خیلی اتفاقا آدم بی‌معرفتیه. چرا راجع به این قضیه نمیاد صحبت؟ به همین داداش یه سوال چرا اینه که کاندید شدن یه جوری یعنی یه جوری خاصی تو نگاهشونه. نه یه داداش به خاطر اینکه لولو میارن دیگه هر سری. یعنی اصلا هر سری یه لولو میارن یه آدمش شبیه ناظمای زبان دبستان ما ان. آخه داداش یه ذره به روز نمیدونم من شاید اینجوری فکر میکنم. داداش زنای محسنه همشون میخواد تینا خانم خوبی؟ سلام 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 تینا خانم سخنگوی تیم ما هستن جز تیم مدیریت ما هستن. کوچیک شما قربونت برم مرسی. آقای رومتون نمیاد بالا ها میخواستم بگم نمیدونم چرا دفعه پیشم آقا ناصر و امین جان گفتن یه موردی داره. امیر من بگم چی شده داداش؟ احساسم اینه فکر کنم یه سری ها این آدمایی که تو والا چون دم انتخاب اینا شما رو ریپورت کردن در رومایی که میزنی باید بیاد رو 7 8 تا ولی بیشتر دوتا والا نمیاد با اینکه من این برم کلاپ اومدیم چیز کردیم یعنی خود اکانت تو فکر کنم ریپورت دادن. اب نه من اینم 2000 تا هم کافیه برای اینکه ضبط بشه و همه جا شفاف سازی بشه رو یوتیوب بذارن که بدونن نظر واقعی ما راجع به انتخابات چیه. فکر میکنم همین کافیه. تینا جون نظر شما چیه؟ منم کاملا با نظر شما موافقم. من حتی فکر کنم وسط بحث رسیدم ولی خب نظر خودتو که شنیدم فکر میکنم که کاملا درست میگی. آره دیگه این آقای رئیسی اگه آدم خوبی بود چرا اینترپول گذاشتن رو ما که این همه حال دادیم والا اصلا معروفش کردی آقای رئیسی بیانیه صادر کردن تمامی افرادی که خارج از کشور هستن به هر علتی پاسپورت بهشون ندادن رسیدگی کنن. هر کنسولگری موظف به دادن پاسپورت هر شخصی هست حتی اگه ایشون هر قتلی هم داشته باشه هر چیزی داشته باشه چون حق یک چی میگن یک نفر از کشورشه. ولی همین کارم اتفاق نیفتاده واسه ما تو کنسول اینجا رفتیم و هیچ نمیدونم حالا گفتنش درست یا نه ولی کار ما رو انجام ندادن کار ما رو اینجا انجام ندادن. توی کنسول ایران توی استانبول ما رفتیم بدترین برخورد شده بی احترامی شده یه سری اول اومدن ریختن دور امیرخان عکاسی کردن حالا اینا حرفی تکراریه ولی یه سری هم که اصلا کار رو انجام ندادن یا مثلا به خود من گفتن که اوکی باید بری بیای تا کارت انجام بشه. آقا منم یه فرد عادی هم یعنی چی برو بیا تا کارت انجام بشه؟ اصلا سفارت موظفه به این که تمام کارهایی که یه ایرانی هر کی میخواد باشه باید انجام بده هر جای دنیا هر جا میخواد. چرا پس باید با ما این رفتار بشه؟ مگه ما چیکار کردیم که بخوایم بریم توی کنسول ایران بگن که حالا انقدر بعد بری بیای تا بتونی بگیری؟ مگه همه مردم اینجا یه توریستی بیاد اینجا اتفاقی برای پاسپورتش بیفته یا یک شهروندی که اینجا داره زندگی میکنه یه اتفاقی برای پاسپورتش بیفته بعد انقدر بره بیاد؟ یعنی من میدونم که ظرف 3 روز اینجا پاسپورت میدن به هر کسی. خب این حرف خود آقای رئیسی زده چرا به حرفش احترام نمیذارن؟ چرا این کارا رو نمیکنن؟ این فقط گفتن یک حرف کافی نیستش که عمل کردن خیلی مهمتره. شعار دیگه شعار دقیقاً چی باید سفر کنه کسی که دیش نصف مرده کسی که ضمانتشو قبول نمیکنن دقیقاً میگفتش که نوشته بود که هیچ وقت زنی رو که رأی میده رو من درک نمیکنم. چرا زن بعد رأی بده یه زن داشم واقعا همینطوره واقعا الان قصاص میخوان بکنین یه نفر تو بدین پول بدین که بعد بخواین طرف قصاص شه. یعنی عملا شما نصف یه مرد حساب میشین. از همه اینا اصلا بگذریم حتی مردی هم که رأی میده رو درک نمیکنه وقتی میبینی که قدر ظلم میشه و آزادی نیست چرا باید این کارو کرد؟
اصلا چیزی که از قبل انتخاب شده رو چرا باید بیم خودمون رو مسخره کنیم؟ مگه این همه ما وقت گذاشتیم فرقی کرد واسه ما؟ این همه ما رفتیم مثلا چه فرقی کرد؟ چیزی که بخوام بکنن میکنن دیگه. مگه اون فیلم ناصر دیده بودی؟ فیلم پخش شده بود یه سری رأی اضافی داشتن هم که میزدن چیز میکردن، فیلمش در اومده بود توی یکی از این شعبه هاش. داشت کاری که بخوام بکنن و میکنن دیگه. دیگه انتخاب شده است دیگه، علکی رأی چیه؟ حالا من از خواهش که از ساتلیتی ها دارم اینه که واقعا حمله کنن به پیج بی بی سی و من و تو و بهشون میگن کسکه شاه امیر تتلو گفته که رأی بی رأی، چرا اینو نمیگید؟ چرا سریع اون موقع یک کلمه اومد گفت همه تون اومدید عرضم به حضورتون سریع پست کردید الان برای خراب کردن ما، الان چرا نمیای نظر واقعی امیر تتلو که اومده رو کلاب هاوس داره صحبت میکنه، رو چنلش با هزار دلیل داره صحبت میکنه رو چرا نمیان بگید؟ چرا همون من الان برام مهم اینه چون این قضیه نظام که یه قضیه تابلویه دیگه، همه مردم میدونن که اینا حتی استراتژیشون چیه، یه لولو رو میارن بالا عرضم به حضورت که به اون یکی رأی بدن، انتخاب بد و بدتر بشه به قولی که از نظر من بد و بدترنی بدترین و بدترینه، یعنی هیچ فرقی هم نداره، بدترین و بدترینه، اصلا هیچ بدی این وسط وجود نداره، همشون بدترینن، عرو قیافه هاشون معلومه، ولی اینو که همه میدونن و هیچ بحثی هم توش نیست. من میخوام ببینم بی بی سی و من و تو الان چیه سیستمشون. الو الو، من جوجو هم. من این نظر بدم بفرمایید. من فکر نمی کنم اصلا اونا کاری داشته باشن، اونا از شما هم در راسته اهداف خودشون استفاده می کنن، اونا اصلا براشون این مهم نیست که بخوان اون مثلا از شما بیان بگن حرف شما رو بخوان بزنن که بخوان رو اون چیز حسابی بکنن، بلکه اونجا به نفعشونه، بیشتر مثلا اخبار بهشون توجه میشه وقتی اخبار رو یه حرفی که شما زدی بزنن، ولی اونی که در راستای افکار خودشون نیست اگه شما بگی نمیان اون خبر کار کنن، چون خودشون از این ور دستشون توی یه کاسه است. دقیقاً دستشون توی یه کاسه است. من چند ساله دارم میگم که این بی بی سی و من و تو 100% مال جمهوری اسلامی است، 100% اصلا امکان نداره که نباشه. من داشتم با بی بی سی مصاحبه میکردم، این بهزاد بلور هی میگفتش که آیت الله رئیسی، میگفتم آقا چرا میگی آیت الله؟ آیت الله میدونی یعنی چی؟ یعنی نشانه خدا. تو چرا اینو نشانه خدا خطاب میکنی اینو؟ میگفت خب اسمشونه دیگه. گفتم الان من بگم امیر تتلو آیت الله نشانه خدا پیغمبر اسلام، تو باید بیای بگی امیر تتلو پیغمبر اسلام؟ میفهمی منظور منو؟ درسته. چرا میای اینا رو آیت الله خطاب میکنی شما هم؟ نه، هر کی هر اسمی رو خودش بذاره. الان من بیام بگم من چه میدونم دست خدا هم، همه باید بگن امیر تتلو دست خدا، سلام علیکم. یا نظرتون در مورد امیر تتلو دست خدا چیه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ مگر اینکه خودتون اینو قبول داشته باشید و خودتون هم بخواید یعنی با اینا با هم یکی باشید دیگه. و یعنی چرا اصلا باید بیان آیت الله خطاب کنن؟ این اسمی که خود یارو رو خودش گذاشته دیگه. آیت الله یعنی چی؟ یعنی نشانه خدا. این اسمی که خودشون رو خودشون گذاشتن. چرا شبکه من و تو و شبکه عرضم به حضور بی بی سی که به ظاهر ضد جمهوری اسلامی هستن، پس چرا اینا رو آیت الله و امام و عرضم به حضور بزرگ و اینا خطاب میکنن؟ چرا نمیان بگن مثلا ملعون؟ اگه یارو مگه ضد نیست؟ میفهمی منظور منو؟ بابا اینا خبرنگاراشون چجوری میرن ایران و میان اگر اینا مشکل دارن؟ اگه میشه؟ پس دقیقا شما هم با من هم نظرید که صد اصلا پولشون هم میگیرن، اصلا خبر در راستای اونی که میخوان کار میکنن، من توی شک ندارم. جاشون همینجوری تعمیم میشه دیگه. خب اینا همه واقعا میدونیم اصلا
خیلی چیز واضحیه، ولی خب اینا هم یه سری سوء استفاده ها برای به قول معروف سوشال مدیا و تی وی هاشون میکنن که مثلا همین صحبت امیرخان رو میان بولد میکنن، پست میکنن، حرف میزنن که مخاطبای بیشتری رو جذب کنن، یه سری تبلیغاتی که به نفع خودشونه در راستای کارهای داخلیشونه انجام میدن، از اون برم میان یه سری چیزا رو اصلا رو نمیکنن. ما اینو خب در کنار امیرخان هزاران بار تجربه کردیم و داریم میبینیم و چیز تکراری هست برامون، چون این مسائل تو سبکای مختلف، حتی زمانی که امیرخان رو دستگیر کردن هم همین مسائل، من خودم شخصا چون بی بی سی و من تو با من میخواستم مصاحبه بکنن با تک تک اینجا میتونم اسم ببرم که حالا نمیخوام بگم وقت گیر میشه، هیچ کدومشون در راستای اصلی کار ما اصلا کمک نکردن و بیشتر ضربه زدن به کاری که اون موقع داشت انجام میشد. اگه که این طرفدار آزادی بیان هستن، طرفدار آزادی و صلح و هر چیزی هستن، اونجا وظیفه‌شون بود بیان حمایت کنن، ولی همون لحظه اتفاقا میومدن بیشتر ضربه میزدن. خب این پس چیه؟ نشونه همینه دیگه، تعارفی که نداریم، اینا همه یکیان. بودجه های اینا چجوری تامین میشه؟ از طریق همینه، از داخل کشور تامین میشه و همش بازی ساده است.